با عرض سلام و ادب احترام خدمت دوستان و دانشجویان عزیز، من در اول جلسه میخوام یه مختصری اول خودم رو معرفی کنم، بعد یه مقدار در مورد اینکه چه چیزهایی رو میتونید توی مجتمع بخونید و به طور کلی میخوام این جلسه اولمون جلسه آشنایی هستش. قراره چه مباحثی رو بخونیم، در موردشون بحث کنیم و در نهایت باهاتون یه مشاوره خواهم داشت که ببینم بر اساس رشته‌ای که دارید یا علاقه‌ای که دارید شما چه دوره‌هایی رو بخونید براتون بهتر هستش. من جواد جهانگیری هستم. در اینترنت اگر ببینم اینترنت داریم یا نه، اگر در اینترنت بزنید من مدرس سایت های فرادرس و دانشجوی هستم. به صورت آنلاین کلا تدریس دارم در روی سایت های دانشجوی و فرادرس. کل اطلاعات هم بخواید ببینید توی سایت کروب من هستش، از بنیانگذاران همین سایت هم محسوب میشم. بعد شبه استماعی خوبی هستش، نمه کروب آشنا هستید یا نه، شبه استماعی فارسی هستش. یکی از افتخارات استان ما هستش که آقای دکتر سرمدینا دارن توسش میدن، یعنی یکی از قدیمی ترین شبکه های استماعی در ایران هستش که آقای دکتر سرمدینا یکی از اساتید بزرگ کامپیوتر استان هستن. من دارن تیمشون توسعه میدن، خیلی شبکه استماعی خوبی هستش. بعد اگه تو این سایت بزنید دانشجوی ریزومه من تقریبا هستش. من خودم کارمند شرکت نفت هستم، تقریبا از سال 84 در قسمت فاوای نفت دارم کار میکنم. بعد از وقت داره در دانشگاه های آزاد و سراسری و سنتی و علمی کاربردی اومیه و تبریز و به صورت حضوری تدریس دارم و در چندین مرکز غیر حضوری هم به صورت ریموت مدرس هستم. اکثر مدارک من به صورت بین‌المللی هستش، یعنی ترینر بین‌المللی هستم. من توضیح میدم در مورد مدارک خودم. مدارک زیاد، مثلا شما فکر کنید یه رزومه خیلی قدرتمندی نیست، اما یه مقدار توضیح میدم که با آشنا بشین. بعد در مورد فکر کنم مدارک شروع کنم بهتر هستش. خب ببینید، ما اگر کامپیوتر رو بخوایم تقسیم کنیم به یه سری مباحث عمومی، خب یکم اگه میاد میگه من میخوام شروع به کامپیوتر خوندن کنم، یعنی میخوام یه کامپیوتر رو بگیم، من باید سیاس اکادمیک تو دانشگاه میخونید، درسته؟ یه سری پروفسوری دارم تو دانشگاه، بسیار اکادمیک میگه واحد پاس میکنه. اما یه سری دوره های ما کاربردی کامپیوتر داریم. کسی این دوره های کاربردی بهتون بگم هیچ ربطی به رشته کامپیوتر نداره. مثلا شما که رشتهتون عمران هستی چه نگران نباشید. من 3-4 تا اصلا دوست خیلی حرفه‌ای در کامپیوتر دارم، مثلا رشتهشون عمرانه. یعنی اصلا ربطی به این نداره که تو کامپیوتر خونده باشی یا کامپیوتر نشه، چون اصلا الان تو دانشگاه هم درس میخونه، اصلا اینا رو نمیخونن. یعنی اینا دوره های کاربردی ما سوای دروسی آکادمی که شما در دانشگاه دارید. نمیگم اونا خب پایتون رو قوی‌تر میکنه، اما زیاد وابسته به این که شما حتما کامپیوتر خونده باشید نیست. میتونه به این دروس کمک کنه، اما صرف و نیاز اصلی نیست. ما بیشتر مثلا اصلا کسایی که شبکه کار رشتش نکسن، من میبینم برگم ما میبینیم خیلی در شبکه موفق هستن دارن کار. خب ببینید، شما مثلا میخوام به صورت کلی بگم مباحث، گفتم کامپیوتر به 3 دسته کلی میشه تقسیم کرد. یکی از مباحث میشه گفت که بحث نتورک هستش، که بحث نتورک اگه بخوایم تقسیم کنیم تقسیم میشه به مدارک سیسکو. سیسکو ممکنه هم بگی سیسکو چیه، یا مثلا یه سری مدارک چی. خب این دوره هدفم آشنایی با این مفاهیم ها، یعنی امروز
سر صدا آشنایمون هستش. ببینید ما در شما هم مثلا میخواید در شبکه بخونید، یکی میگه من میخوام در کار گفتم مباحث رو مثلا تقسیم کنیم، یک بحثش میشه شبکه، یه بحثش میشه مباحث برنامه نویسی، یه بحثش میشه مباحث امنیت اطلاعات در کامپیوتر، یه بحثش میشه پایگاه های اطلاعات. یعنی اگه شما رشته کامپیوتر رو تقسیم کنید به چند تا صرف هست، مثلا میگیم نتورک، پروگرامینگ، یا مثلا اگه بگیم در مورد مثلا در بحث مثلا سکیوریتی رو داریم و بحث مثلا دیتابیس ها و بی بی ام اس هامون هستن. خب مباحث چی رو داریم؟ بی بی ام اس رو داریم. خب نگاه کنید، من از مبحث چی شروع میکنم؟ نتورک شروع میکنم، توضیح بهتون بدم، بریم هر مبحث رو پایین تر، یک شما با کوریات اصلا کامپیوتر چه چیزایی رو میشه توش به صورت کاربردی خوند آشنا بشید. ببینید سیسکو چیه؟ شما ببینید الان شما هر جا برید تو هر سازمانی یا شرکتی که به صورت انترپرایز باشه، یعنی بزرگ باشه، درست نه؟ شما به یه سری دستگاه سر و کار دارید، مثل همین دستگاهی که الان میبینید. این دستگاه سیسکو هستن. پایین خوندون سویچ اون روتری که الان میبینید دیگه. درست نه؟ به این میگن تجهیزات سیسکو. یه شرکتی هست، شرکت آمریکایی هستش که تاسیسات سیسکو رو در دنیا تولید می‌کنه. درسته الان به پوشش نگاه کنید چینیه. اما لایسنسش چیه؟ بر خود آمریکاست. یعنی اینا تاسیساتی که می‌خونیم، قطعات توشو می‌خونیم، دلارشو می‌خونید. خود شرکت سیسکو رو نگاه کنید. کسی که می‌خواد سیسکو بخونه، این همه می‌تونه سرتیفیکیت چی بگیره؟ سیسکو بگیره. شو مثلا من خود من یکی از این شاخه‌ها رو تیک کردیم. نگاه کنید ما مثلا بحث اینا. این ببین سبزو CCNA Routing Switching، CCMP Routing Switching و CCIE، یعنی یکی از شاخه های سیسکو. ببینید نوشته اولش چی نوشته؟ CCNT. این دوره نتورک که شما دارید میخونید در حقیقت یه دوره چی حساب میشه؟ CCNT سیسکو محسوب میشه. استارت تمامی دوره های کامپیوتر کاربردش با چی شروع میشه؟ نتورک پلاس شروع میشه. نتورک پلاس سنگ زیربنای بقیه دوره هایی که میخونید. بخوادم اگه سیس نتورک پلاس خوب یاد بگیرید و بقیه شون چی هستش؟ راحت میشید. برای همین به نتورک پلاس میگن پای و اساس بقیه دروستون. نگاه کنید یه CCNT رو شروع میکنید. در ایران ما ببینید بقیه اینها بعضیش نسن در ایران نمیتونی شما بخونید، چون مدرسش در ایران و ترینرش در ایران وجود نداره. بعد میگه دو خب الان خوندیم، ببینیم ما یه سری خب مدارکی که شما میتونید از سازمان فن نفعی مدرک بگیرید، از ما مدرک، از مؤسسه فنی مدرک بگیرید، اینا هست. اما یه سری هم از طرف خودتون باید بین اینا، مثلا این من میگم مدارکم بینومه، ترینر این آزمونای بینومه اینا رو بدید. خب یه زمانی، خب ما اون زمانی که میخوندیم من اصلا 83 شروع کردم، من سال چند 7 98 میشه فهم فکر کنم 15 سالی داریم تو این زمینه فعالیت میکنیم. نگاه اون زمان خب ما مدارک رو میتونستیم تو ایران امتحان بدیم. همین امتحانات بین‌المللی رو تو ایران میگرفتن. یه مدت خیلی جلوش رو بستن، نمیذاشتن امتحان بدید در ایران. الان مثل مستمع های باز شده، مثل کندو. مثل چی؟ کندو. من شنیدم دارن مجوز گرفتن و آزمون های بین‌المللی در داخل کشور میگیرن. واسه ماهایی که ترک هستیم و ترک زبان هستیم و ترکیه بهمون نزدیک‌تره، شما میتونید برید در ترکیه. هم چیه؟ تستن ها ها تستن تلاشون در استانبول هست و میتونید بدون چیه آزمون بدید. فقط لازمش اینه که گواهی نام چون نمیذارم. ببین اصلا ما بعضی از آزمون ها رو نمیذارم ماها ایرانی امتحان بدیم. خب اونجا میگید شما با گواهی خودتون و گواهی رانندگیتون رو تبدیل میکنید به گواهی بین المللی، شما رو با عنوان توریست به با گواهی چی ثبت نامتون میکنن؟ گواهی نامه بین المللیتون ثبت نام میکنن و آزمون میدید. میتونید آزمون بدید و خواستید من معرفیتونم میکنم به کدوم مراکز که باید برید مراجعه کنید و آزمون بدید. واسه ماهایی که ترک زبان هستیم میتونیم اونجا هم آزمون بدیم. اما خب کندو تو تهران داره چیه خودش؟ آزمون میگیره، تخفیف های خیلی خوبی هم میدن. یعنی شما خواستید برید آزمون های بین المللی هم برید، اونجا فقط آموزش نیست، فقط چیه؟ مراکز آزمون ها، یعنی آموزشی نیست. آموزش فقط ماهای مستند فنی و کهکشان و اینا هستن. شما بخواید آزمون برید میتونید، فقط بگید آزمون بگیرید، کارش اینه که مجوزی گرفتن بین المللی میگن آزمون. شما نگاه کنید مثلا گفتم سیسکو، شما اگه سیسکو بخواید با
با شبکه سیکوشن اول مدرک همون نتورک پلاس رو باید بگیر، بعد باید بیاد دوره سی سی ان ای رو بخونی، بعد میاد دوره سی سی ام پی رو میخونی. سی سی ام پی خودش سه تا سرتیفیکیت، سی سی ام پی روتینگ، سی سی ام پی سویچینگ، سی سی ام پی تی شد. چیه سویچینگ؟ سی سی ام پی مثلا منظور شد مفهوم مربوط به مباحث رفع مشکلات شبکه های چی میشه؟ سیسکو میشه؟ سی سی آی هم میشه آخرین سطحش دیگه. میبینی سی سی آی هم چیه؟ آخرین سطحش. میخوام مثلا اگر شما مثلا به اینطوری بسن فکر کنید، سی سی ان دی میشه همون فوق دیپلم تکنیسیان، چون نتورک پلاس میشه محسوب بشه مثلا تو ذهن خودتون میخواد با معادل دانشگاه محاسبه کنید، میشه همون نتورک پلاس شبکه های مثلا فوق دیپلم شبکه های سیسکو. سی سی ان ای میشه لیسانس. سی سی ان ای میشه چی؟ لیسانس. سی سی ام پی میشه چی؟ فوق لیسانس. سی سی آی میشه چی؟ دکترا. خب من خودم تا این مدرکش رو بینومرشو دارم، سی سی ام پی روتین و سویچین و تراب شوت رو بینومرشو دارم، سی سی ان ای هم دارم، اما سی سی آی مو واقعیت بخوام از طرف وزارت نفت دوره دیدیم و مدرک چی شو دارم؟ داخل کشورش رو دارم، یعنی مدرک بین‌المللیش رو ندارم. عین خدمت آموزش گذاشتم واسه ما انتخاب شدیم و دوره دیدیم، از هر سری مناطق نیرو خواستم و مدرک بین‌المللی داخلی شو دارم سی سی آی رو، اما بقیه‌اش رو بین‌المللیش رو دارم. میتونید برید تو سایت سیسکو سرچ هم کنید، پروفایل منو براتون میاره، با جواد سهنجی سرچ کنه پروفایل منو براتون میاره. یادت اگه خواستید کدش هم میدم که بتونید ببینید. در کلاس‌های قبلی باز می‌کردم چیه بچه‌ها نشون میدادم. متاسفانه الان نمیدونم، یه تکنولوژی پیدا کردن حتی با فیلتر شکنم میری دیدکت میکنه که از چی وست شدی، ایران وست شدی، پروفایل آدم رو چیکار میکنه؟ میبنده دیگه. ترسیدم انقدر بهشون ایمیل زدم که آقا من مسافر بودم اشتباه کردم رفتم تو این آقا از بازش کردم گروه پروفایل هم بسته بود. خب واقعا تحریم های ظالمانی، یعنی واقعا بیمعنیه. اگه در بحث علم باشه یعنی این جور چیزا، یعنی چی من نمیذارم بگذاریم. خب بحث بعدی تجزیه چی هستن؟ میکروتیک هستن. چون اینجا نداریم میکروتیک، ببینید تجزیه سیسکو گرونه. شما مثلا همین الان یک دو تامون دیوایس بالایی رو حساب کنید، الان فکر کنم سویچ ها تمام 3.5 میلیونن، روتر ها فکر کنم دوربر 7-8 میلیون شده. خب مثلا سویچ سیسکو داریم، مثلا اگه سری ایکس اینا بگیم مثلا 8 میلیون دینه دوینه سویچه، مثلا یه سویچ مثلا 35-70 مثلا ایکس بگیری مثلا 30 میلیون قیمتش. تجهیزات گرون قیمتی هستن اما معروف هم به خرکار بودن به خاطر همین دارن و پرفورمانس خیلی بالایی دارن، به همین تو سازمان های بزرگ ازش استفاده میشه. شما اداره شرکت ها برید همشون از چی استفاده میکنن؟ سیسکو. تو ادارات میگه تو راهروها میبینید یه سری رکایی دارن، دقت کنید تجهیزات چیه سیسکو، یا در اتاق سروراشون که میخوایم کن همه اینا رو، دیتا سنترهاشون چی رو داریم؟ تجهیزات سیسکو رو داریم. اما ما یه سری تجهیزات ارزان قیمتی هم داریم به صورت نمونه میکروتیک. تو میخوای یه کافینت رو اندازی کنی، نمیخوای بیای یه روتر 7-8 میلیونی بخری، یا مثلا شما تو یه شرکت کوچیک الان مثلا همین مستند فهم ما داریم توش کار میکنیم، خب مثلا مدیریت شبکه اینجا با 20 تا کامپیوتر لازم نیست من برم یه سویچ سیسکو بخرم، ما میام یه دیوایس چی میخریم؟ میکروتیک میخریم. دیوایس های میکروتیک ببینید، بذار روتر بوداشو نشونتون بدم. روتر بودای میکروتیک هستن اینا، اینا قیافه هاشون هستن از اونن یک گرونترنش بکنم یه تو قبلا 120-130 تومن بودن، دلار اینطوری زد یه دفعه باز دارم مثلا فوقش 780 تومن، یعنی دونه 150 تومن اینا قیمتش بود، دارم فوقش میشه 780 تومن دیگه بگم 3-4 برابرش بشه دیگه. گرمی ترین روتر هاشون که روتر ها یا تجزیات سیسکوش که بهش میگن سی سی هاشون دونه مثلا در ممت با روتر گرون قیمت تو مثلا سیسکو بگو 100 میلیون دارید، سویچ 100 میلیون هم داریم، اما یک ماکسیمم قیمتش 3 تومنه، اما بشه مثلا 3 برابر بشه میشه 10 میلیون. اینا تجهیزاتی هستند که میشه در شبکه‌های عادی چی استفاده کرد. به خاطر همین ببینید شما وقتی شبکه میخونید اینو در ذهنتون داشته باش، اگه بخواد در سازمان و شرکتی کار کنید باید از سیسکو برات باشید، اگه میخواد در بیرون و بازار بیرون کار کافینتی شرکت های کوچیک خیلی زیادن همه هاشون از تجهیزات استفاده میکنن میکروتیک. سرتیفیکیت های شرکت های میکروتیک
اینها هستن. کسی بخواد مدارک اسمی کنیم بشین با نمودار بهتون نشون بدم، از MTCNA شروع میشه و اینطوری برای خودش 1 2 3 4 چند تا 5 تا آزمون با یکی اول میشه چی؟ 6 تا آزمون داره. یه بازم همین این MTCNA رو برید شرکت کنید، اولین دورشه پیش نیازش نتورک پلاسه، باید مدارک نتورک پلاسه چیه؟ داشته باید نمیذارم میگم و مدارک نتورک پلاسه بگی بیاین امتحان اولش رو بگی. خب این هم دوره های چی هستن؟ شرکت میکروتین خیلی آسونه نسبت به سیسکو چیه؟ خیلی آسونه، چون یک به سیسکو کلان کامندراینه دیگه، خشنه و همه چی چیه؟ توی محیط سیاه رنگی تایپ کنید و اینا رو کار کنید. اما در دوره میکرو مثلا میکروتیک به خودش یه وین باکسی داره گرافیکیه، بذار محیطش رو نشونتون بدم. این محیط گرافیکی وین باکس هستش. خب گرافیکی هستش، خیلی راحت یاد میگیرن، خیلی سریع یاد میگیرن. توصیه میکنم فعلا اینو تو ایران نبستن، امتحانات بین‌المللیشو میتونید تو ایران بدید. فکر کنم با یکی دو تومن میتونید مدارک بین‌المللیشو چیکار چیه؟ کل همشو، یعنی 5 6 تاشو با 1 و 2 میلیون میتونید چیکار کنید؟ بگیرید. فردای مشخص نیمه فردا هم این دیده اینم ما رو تحریم کرد و بس. بگن الان تحریم نکرده، در ایران اون زمان ما هم اینطوری بودم، هی استادامو میگفتن بابا بیا زوزو چیه بگیرید اینا رو، فردا جلوشو میبندن بعد پرش بگین همه پول خرج کنی. خب اینم بحث مدارک که چی شد؟ میکروتیک شد. نگاه کنیم بعد ما یه بحثی داریم، گفتم دیگه نتورک پروگرامینگ سکت دی بی ام اس، یکم بحث او اس داریم، سیستم عامل ها. چه او اس یا سیستم عامل؟ نگاه کنید شما شنیدید دیگه سرور میگن دیگه، که میگن سرور و کلاینت و اینا رو شنیدید. ببینید ما یه مدرکی داریم به نام مهندسی مایکروسافت MCSE، مدرک چی؟ مهندسی مایکروسافت که MCITP هم بهش میگن، یک دوره تغییر نام پیدا کرد به MCITP، دوباره برگشت رو چی؟ MCSE. MCSE یه مدرکی هستش، دارم اینجا به شما نشون آهیم، دوره MCSE هستش. برمورد چیه؟ طرف اگه اینو یاد بگیره میتونه سرورهای مایکروسافت رو چیکار کنه؟ مدیریتش کنه. یا سرورهایی که تو مایکروسافت هستن ویندوز سرورهای مایکروسافت رو چیه؟ مدیریت کنه. من هدف از این توضیحاتی که به شما میدم اینه که تو ذهنتون داشته باشید که مثلا یه سری مباحث شبکه داریم، سیسکو میکروتیک و اینا. خب یکی میگه اصلا علاقه به این شاخه ندارم، میخوام برم چی یاد بگیرم؟ واسه ویندوز سرور کار کنم. خب سرور یاد بگیرم. هر کدوم واسه خودشون بازار کار جداگانه‌ای در بازار دارن، نسبت به هم مثلا راحتی و سختی های خودشون رو دارن. مثلا اگه باز من بپرسید MCSE جز مدارک خیلی راحت هستش، کسی بخواد میتونه به راحتی مدارک MCSE رو چیه بگیره. خیلی مدارک راحتی هستش، چون ویندوز دیگه، ویندوز خب میدونه دیگه سیاست مایکروسافت چیه، ویندوز هستش و ویندوز چیه. مدارک مایکروسافت خودش چندین آزمون داره، برید توی اینترنت بزنید MCSE چیه و آزموناش چیه، دقیقاً براتون میاره. شما مثلا در حد مثلا 5 تا آزمون میدید، آزمون های 5 تا آزمون رو که دادید بعدن اگر 3 تا اول رو بدید بهتون مدرک MCSA میده، آکادمیک. خب دو تا بعدیش هم امتحان میدید میشه MCSE، میشه مهندسی مایکروسافت، که جزء مدارک خیلی معتبر هستش. تو سازمان ها و شرکت ها خیلی نیرو میخوان، چون اکثر میدونی دیگه سیستم عاملی که در ایران در سازمان ها شرکت ها حتی همشون چیه؟ تمام خود مطمئن ما داریم از ویندوز سرور استفاده میکنم، درسته؟ بخوادم نیروهای پشتیبانی ادمین اینا چیه؟ زیاد میخوان. خیلی دوره راحت تری هستش به نظر شخصی خود من نسبت به سیسکو، خیلی راحت داره. بعد آزموناش هم راحت هستش، چون محیط گرافیکی هستش، بچه ها من دیدم اکثرا خیلی بهتر باش تعامل برقرار میکنن و مدرکشو میگیرن. خیلی مدرک به درد بخوری هستش، در موردش بگم. میاد ببینیم چطوری مدارک شما میاد یک دوره و ویندوز 10 رو میخونید، بعد بحث ویندوز سرور رو میخونید، ویندوز سرور پیشرفته رو میخونید و اینطوری اکتیو دایرکتوری و یه سری مدیریت های اینا رو میخونید. بعد دوره تخصصی سکیوریتی ناش هستش که 5 تا آزمون رو میدید و شما یه مدرک چی میگیرید؟ MCSE. در نظر داشته باشید که ما اینجا کورساش هم برگزار میکنیم، مثلا کورس فوشوده MCSE هم چیه برگزار میکنیم. مثلا یه شما میاد ظرف بکنم حالا چرا طول میکشه دوره MCSE مود سال پیش برگزار کردید؟
فشرده چقدر طول میکشه حدودا؟ بگم 6 ماه اینا میومدن چیه؟ میشه مدرکش رو اینجا جمع جور میکنید و امتحانش رو میدید، هم اینجا امتحانش رو میتونید بدم، میتونید معرفیتون کنید برید امتحانات چیه؟ بینامرش رو بدید. اینم مدرک MCSC هسته. مدرک بعدی گفتم سیستم آمه ها چند نوع؟ 2 نوع هستن دیگه. اینی که دارم توضیح میدم با اونایی که رشته غیر کامپیوتری دارن نمیخواد. اینی که دارم توضیح میدم واسه اونایی که رشتهشون چیه؟ کامل. به خصوص علاوه خصوص این دوتا مثلا یکی الان ترم اول چی هستن؟ دانشگاه هستن. ببینید یکی از شما که رشتهتون کامپیوتر شما فهم میکنه با اینا. خب شما کامپیوتر باید بسازید چی بخونید؟ تخصصی بخونید. ما یک سیستم عامل خیلی معروفی داریم به نام سیستم عامل چی؟ لینوکس دیگه. لینوکس این مده که همین اگه تو اینترنت هم بیام پنگوئن معروفه دیگه. همین این خودش 3 دوره داره. APK1، APK2، APK3. APK1 میشه همین دوره آکادمیکش. میشه چی؟ دوره آکادمیک. APK2 میشه قسمت پروفشنالش. APK3 میشه به سطح چیه؟ مسترین. یعنی دیگه میشه خدای سیسکو دیگه. میگم خدای لینوکس میشید. سیستم عاملی هستش که بیشتر رشته‌های تخصصی کامپیوتر باش کار میکنن. اوپن سورس هستش. داستان‌های خودش رو داره خواهیم خوند تو دوره. میگن یه حداقل یک یا دو جلسه هم با لینوکس کار خواهیم که شما همتون ببینید. این دوره نتورکی که ما داریم برگزار میکنیم خیلی متفاوته. ما سعی میکنیم اکثرا ببینید چون نتورک پلاس پیش‌زمینه تا اینجا که متوجه پیش‌زمینه سیسکو هست. پیش‌زمینه میکروتیک هست. پیش‌زمینه MCSC هست. پیش‌زمینه لینوکس هست. درسته؟ من باید یه جوری دوره ترکیبی رو جدا ببرم که شما با هم سرفصلای همشون تو این چیه؟ یه مقدار آشنا بشید و تشخیص بدید که کدومو می‌خواید ادامه بدید. ما کمکتون کنیم اون قسمت رو چیه؟ ادامه بدید. این هم سرتیفیکیت های چی هستن؟ لینوکس ما هستن که اینجا درسته یک دو ساعت نوشته 3-4 ساعت نوشته. این واسه ما ایرانی ها نیست، واسه خارجی هست. ما بخوایم همین یه ساعت همشو میگیریم. خب؟ نگاه کنید یه نکته هم بهتون بگم. خوشبختانه یکی از ترینرهای بین‌المللی لینوکس، یکی از ترینرهای بین‌المللی لینوکس تورمیه هستش. آقای دکتر سلوک هستن، مدیرگروه دانشگاه صنعتی تورمیه هستن. یک نعمتیه واسه این شهر. شما نمیتونید قدر اینو بدونید. من اعتراف میکنم در صدام ضبط میشه دیگه. همینا میان رو آپاراتم پخش میشن چون میذاریم که بحث که بچه های ببینن و واقعا اعتراف میکنم من خودم خوب خیلی مدارک دارم. همین تا اینجا هر چی که گفتم من همش رو دارم خودم. این سرتیفیکیت هایی که دارم بهتون میگم همش رو خودم بینامهش رو دارم و سرتیفیکیت هایی که دارم بهتون معرفی کنم همش رو گذروندم خوندم دارم بهتون میگم. من آخرین دوره که گذروندم همین دوره های لینوکس بود. به ما اجبار کردن از اداره که شما باید سرتیفیکیت هایی بگیرید لینوکس بگیرید چون نفذی مزه اوپیک و ایناست. ما گفتم با شما بگیرید چون داریم سرورمون بریم و سمت لینوکس و اینا. آقا ما افتادیم دنبال مدرس بین‌المللی که بگیریم اینو بهش بخونیم. آقا این ور اون ور زنگ زدیم سایتو بگرد اینو چون سرتیفیکیت بینا تو اینترنت هستن. بعد شما نمیتونید توی ببین مثلا الان من میگم ترینر بین‌المللی هستم چون به سیسکو امتحان بدید باید بالای 90 بگیری که بتونی ترینر باشی. تو بگی آزمون بین‌المللی من کد پروفایل هم باید بهت بدم. یعنی ترینر بینام نمرش باید بالای 90 باشه. در لینوکس بالای 90 گرفتم واقعا هنر میخواد چون دوره تخصصی واقعا کامپیوتر. آقا ما این ور دنبال این آقا گشتیم و اینا آخر سر آقا 3 نفر رو پیدا کردیم. یکیش رو تهران بود زنگ زدیم که آقا یک رقم نجومی ازم خواست که یکی تو مشهد بود و آقا سوک هم زنگ زدیم گوشی رو برداشت گفت من تهران نیستم. گفتیم بیا اینا مثلا تو شیراز دیگه الان دیگه پخشن توی ایران. یکی تو مرکز رو میگیره یکی شما رو یکی جنوب رو دیگه اینطوری هم. بعد گفت نه من ببخشید ارومیه هستم. گفتیم واه چه سعادتی. آقا ما رفتیم دنبال این این آقا رو پیدا کردیم اومد به ما دست بده. واقعا یه خاطره بهتون بگم ما تا تونستیم جلسه اول به این آقا کلاس گذاشتیم. یه 3 نفر بودیم دو 3 تا دوست بودیم همه این سرتیفیکیت اکثرش آقای علیزاده از فوتگاه‌های ارومیه بود و اینا هممون داشتیم. آقا ما این جلسه اول تا تونستیم این کلاس گذاشتیم. این آقا اومد جلسه دوم 1.5 ساعت به ما دست داد. باور کنید من آدم خوب مقیدی هستم قسم نمیخورم. باور به مولا علی قسم میخورم ما 3 نفر به هم نگاه کردیم فقط گفتیم اوکی
از ترسی نگفتیم یس نگفتیم نو، چون نمیدونستیم که چی میگه. من رفته بودم خونه، خانومم با من چیز میکرد که تو بیرون دعوات شده. گفتم من امروز یه نفر اومد به من بعد از 7 8 ساعت کامپیوتر خوندن 1.5 ساعت درس داد، من اعتراف میکنم یکی هم از حرفای اینا رو نفهمیدم، احساس بی سوادی مطلق کردم در مقابلش. نعمتیه به خدا واسه شهر، نمیدونید نه که من دارم میگم ممکن درکش نکنید. این به قدری هم آدم استادت نادیدی دانشگاه، به قدری این آدم فروتنه، به قدری آدم مؤدبی هستش، اصلا آدم حزم میکنه، یعنی نعمتیه واسه شهر. فکر مخابرات رو میگه آقا بس کرده، این حد این سطح. از ما التماسش میکنیم بیا، چون از دانشگاه دانشگاه هستم اینجا دست بده به بچه ها استفاده کن. فقط میدونی این کیه؟ این سرویس پرووایدر بوده در یکی از اصلا خب امنیتی نمیتونم توضیح بدم، در یکی از مراکز خیلی امنیتی مارزی در یک سطح سنیور بوده. یعنی هرکس جا رو بر نمیگشت بیرام، میگیم چرا برگشت؟ میگه کشور هم رو بدنم از این دیگه بچه هم اینجا بر بزرگ بشه. یه آدم خاصی هستش، اما واقعا خیلی باسواده. من یعنی اعتراف میکنم، یعنی من خودم مدارک اینا رو دارم، اما هیچ وقت اینجا لینوکس درس ندادم تا با. هر وقت گفتم من تا سلوک اینجا هست من نمیتونم. یعنی واقعا بعد یه خاطره بهتون بگم، اینو من از ما امتحان گرفت بدیم به من داده بود 92 ممیز 3700. من بهش میگفتم که آقا 92 شو که 3700 مش از کجا در آوردی؟ بعد گفت سوالاتی که من داده بودم مثلا بعضی سوال 5 جوابه بود، تو این 5 جوابه بعضی 2 تا جواب داشت، مثلا بعد 2 تاشو میزدی. این شکلی سوال میگه، این قدم تو حساس بچه‌ها داشت. خب ببینید لینوکس هم خیلی مدرک، خصوص واسه اونایی که رشتهشون چیه کامپیوتر. اگر شما دو نفری که رشتهتون کامپیوتر، حتما یعنی از نون شب به شما واجب ترین دوره. یعنی کسی بخواد واقعا در کامپیوتر حرفه‌ای بشه باید دوره لینوکس رو چیه داشته باشه. وقتی استادای بیا خوبی هم ده بیا سفت اون پنسش استفاده کن. باور کنید من به قدری اتوبوس رفته بودم اومده بودم، من فکر میکردم اونجا زمان ما اینطوری نبود که. یه دونه تو تبریز آموزشگاه بود که مستمع فنی فقط تو تبریز بود، یه دونه تو تهران بود. یعنی ما یه سری کلاس ها میرفتیم تبریز کلاس، اونجا دانشجو بودم تو تبریز دانشجو بودم، یه سریش هم میرفتم با اتوبوس تهران میومدم. شما فکر کنید چقدر اذیت شدیم ما. من اینقدر رفته بودم اومده بودم فکر میکردم من از این کمک راننده ها میشن از این هستم. خیلی بابا به خدا تو شهر باز شده، نمیدونم اصلا این دهه 70-80 یا من نمیتونم درک کنم. مثلا بیاید استفاده کنید به خدا، هم مجتمع هست، امکاناتش هست، این فضای به این خوبی هست. خب بحث بعدی، خب ببینید همه اینایی که گفتم تو رشته، خب بعد بحث برنامه نویسی داریم. بحث چی؟ برنامه نویسی داریم. نما کنید در اشتای برنامه‌نویسی ما اگر به صورت کوری بخوام تقسیم کنم، شما در بازار ایران برید کار کنید، ما 3 نوع برنامه‌نویسی داریم به تو کوری. بحث اینو تقسیم میکنم. ببینید یه سری ما مدارک تو ایران سی شارپ داریم. اگر در ایران میخواید کار کنید، منی که با تجربه 15 سالم در بازار ایران میگم، اولین گزینه به نظر من چیه؟ سی شارپ یاد بگیرید. از من بسی شبه. بعد اون یه سری دوره های جاوا داریم و دوره هایی چی داریم؟ پی اچ پی داریم. ببینید من خودم هم مدارک که هر ست های ناره دارم، من سرتیفیکیت بینومه دوره های چی رو دارم؟ سی شارپ رو دارم. خودم با یک نمره خیلی عالی. من تنها نمره، من چون عشقم برنامه نویسی اعتراف میکنم و تنها مدارکم که نمره 100 ازش گرفتم، مدارک چیه؟ برنامه‌نویسی. من ترینی بین‌المللی دات نت دیولپر هستم. پروفایلم رو باز می‌کنم بهتون نشون میدم. بعد امتیازم 200 بوده در آزمونش. و همینجا هم آخر سری که اومده بودم امتحان، نه اینجا نیست، اینطوری نمی‌تونم بیا تدریس کنم. اینجا امتحان می‌گیره فنی از شما. من ظرف 10 دقیقه سوالاتش رو جواب دادم. ظرف 10 دقیقه، یعنی چون به اصلا علاقی خاصی دارم از بچگی برنامه‌نویسی خیلی دوست داشتم، برام علاقی خاصی دارم. اما اینو بهتون میگم بازار کارش خیلی خوبه. ببینید ما از اینا ضبط میشه دیگه، وقتی ضبط میشه تو نمیتونی دروغ بگی، تو ضبط سندی. من 70 نفر رو در ظرف
تاهای من چند سالشه؟ 7 سالشه. 90 شروع کردیم. مثلا 90 تا الان من 70 نفر رو در این وضعیت بد اقتصادی ایران، درسته؟ وضعیت بازار رو میبینید دیگه، یکمی خب ضعیف‌تر شده. ما بودیم سر کار. همشون هم با حقوقای خوبی بیمه، شرکت‌های خیلی معتبر کار میکنن. ما نفر داریم از اینجا الان در مایکروسافت داره کار میکنه. محمد کوچوی ما رفت تو مایکروسافت. این داستانش رو بهتون بگم، این اومده بود اصلا کلاس‌های شبکه. بعد من یه پسر خیلی برنامه‌نویس استعداد داره. من به زور آوردم تو کلاس‌های برنامه‌نویسی. به زور نمی‌اومد. به زور آوردم کلاس‌های برنامه‌نویسی. آقا این استعداد خاصی تو برنامه‌نویسی داره. آقا یه سوالی تو استک آف بفو بچه‌های صنعتی بپرسی، همه‌شون می‌شناسن. تو دانشگاه صنعتی دانشجو داریم اینجا. اینو می‌شناسن، معروفه. این محمد کوچوی ما اومد پامیگش تو عادت خیلی نمیدونم خوبی یا بدی دارم اسماشون بچه‌ها یادم میمونه چون باهاشون صمیم میشم، پامیگش دقیقاً یادم نیست، نمیتونم بهتون بگم. اسمش محمد کوچوی بود، بهش کوچوی هم بود، این خودم بهش میگفتم محمد. این تو استگاب فرو میاد یه مایکروسافت سوالی رو مطرح میکنه، این میگه به سوال مایکروسافت چیه، جواب میده. اینقدر این جواب این که چیز بود و امتیاز میدن دیگه، همه میان به این امتیاز میدن. این قدری بالا بود، مایکروسافت اینو چیکارش کرد؟ بوسش کرد. یعنی واقعا شما فکر نکنید میشه، میشه از همین اومی هم میشه رفت تو مایکروسافت کار کرد. ما یه شاگردی داریم، من همه تو میشناسید، اینترنت اخبار مخبارم خیلی نشون میدن، خانم سارا ستوده. 3 سال پیش همین 4 سال پیش مثل شما نشسته بود همینجا، در اوج ناامیدی هم اومده بود نشسته بود در اینجا. از رشته کامپیوتر و من بدم میاد و من برگشت کنم از رشته کامپیوتر خودم بدم میاد، چون استادای دانشگاه سیستم آموزشی ما اگه درست بود این کار اتفاق نمیفتاد. کاری کرده بودن این آدم که کامپیوتر باز کامپیوتر زده شده بود، زده شده بود. 8:30 فکر کنم یک چند ماه پیش تو اخبار نشونش میده، فکر کنم جزء در زمینه آیوتی در ایران جزء چی هستن؟ تاپ های آیوتی ایران هستش. برید تو اینترنت بزنید سارا ستوده. آیوتی جزء نفرات آیوتی مطرح ایران هستش. مثلا اینا به ذهنم میاد. بذار ببینم از بچه های دیگه مثلا یک آقای حسین گریزاده فامیلیشون تازه اومده بود. این آقای گریزاده انگلستان کار میکنه. از شاگردای برنامه‌نویسی کلاس خود ما بود. توی لندن در یک شرکت خیلی معتبر کار می‌کنه. از بچه‌های دانشگاه صنعتی هستش. سو فامیلش هم بود. همه‌شون میگم. می‌خوام اینا رو بهتون بگم که میشه. ببین اول با خودتون باور کنید که میشه. و واقعا من بهت بگم ما در دوره‌ها، من نمیگم کسی که درس نخونه باش کاری نداره. اما کسایی که درس بخونن واقعا من برایشون مثل داداش، من همه بچه های خودم در ارتباط هستم، دانشجوهای خودم، من از داداشتون هستم و تا آخرین مرحله هم کمکتون میکنم. صدا هم داره ضبط میشه چون بعدا میتونم میاد. اما بخونید، واقعا بخونید. پویی که در رشته کامپیوتر هستید در هیچ رشته نیست. بهترین سنتون اومدید، خیلی سنتون واسه آموزش خوبه، قدرشو بدونید. یکی دو سال با یه سال ببین، اما این چیزی بهتون بگم، اما اینو بهتون بگم، اگه اومدی فکر میکنی با نتورک نابغه میشی، نمیشه. نتورک پلاس چیه؟ تازه شروع دیدید یعنی تو نمودار دارم کجا نشون میدم، یعنی پیش زمین همین است. تو بیا من بگم من یه نتورک پلاس میخونم، بعد میگم کار پیدا میکنم، آقا من میگم نمیشه. شما نتورک پلاس رو که خوندی تازه شروعه. شما باید بیا امتحان کنید، مثلا سیسکو ادامه بدید، MCST ادامه بدید، برنامه‌نویسی ادامه، یکیشو باید چیکار کنید تا اون تهش برید. چون میان نتفو میگم من کار بود نتفو نمیشه، یه دونه نتفو تازه چیه؟ مثلا یک به اضافه یک داری یاد میگیری. این باید بیه ادامه بدید، یک شاخه اینو بگیرید ادامه بدید برید شروع. خب ببینید سی شاب خودش مباحثی که در سی شاب مثلا شما بخواید بخونید چند تا سرتیفیکیت های مختلفی داره. ببینید اونی که بیشتر در بازار کارتون میتونه باش کار کنه دوره های ASP.NET MVC هست که سایت مایت بنویسید باش. یه
یک تکنولوژی جدیدی در سی شارپ به وجود اومده به نام دات نت کور. خواهش میکنم برید حتما تو در موردش تحقیق کنه، واقعیتش بخوای مایکروسافت در حدودا 5 سال پیش دیگه من خودمم از اینهایی بودم که به مایکروسافت ارگ خاصی دارم، یعنی دوست دارم مایکروسافت رو، من واقعا مایکروسافت رو هم سیستم عاملش رو دوست دارم، هم خودش رو و هم برنامه‌هاش رو، چون خوشم میاد دیگه. و تعصب خواستم، من جز اون برنامه‌نویسا بودم که مثلا دیگه 3 سال پیش دیگه مایکروسافت رو بوسیدم گذاشتم کنار. چرا؟ چون مایکروسافت اوپن سورس نکرد نرم افزارش رو دیگه، و شرکت های استارتاپ ها به خاطر بحث هزینه لایسنسشون دیگه نمی اومدن دنبال مایکروسافت، میگفتن چیکار میکردن، میگفتن من خودم خوب جاوا خیلی سال بود کار میکردم، دیگه مجبور شدم برم چیه جاوا رو به صورت خیلی حرفه‌ای چیه ترین بشم. بعد مایکروسافت متوجه اشتباهش شد، مایکروسافت از یک حدودا 1.5 سال پیش شروع کرد، 1.5-2 سال پیش شروع کرد یه تکنولوژی رو به وجود آورد به نام چیه دات نت اوپن سورس کرد. شما برید در گیت هاب هستش سورسش. عجیب بود مایکروسافت کارو بکنه، مایکروسافت با یک هزینه خودش هم خیلی زیادی داره ساپورتش میکنه، اوپن سورسش کرده، گیت هاب رو خرید، استک اوورفلو رو خرید مایکروسافت، دارن همشون میان روی پلتفرم دات نت کور. اصلا او دنیاییه، شما یه برنامه می‌نویسید تو گوشی کار میکنه، تو ویندوز کار میکنه، تو لینوکس کار میکنه، تو مک کار میکنه، تو تلویزیون کار، تلویزیون روش من کار میکنه، یعنی از عظمت روش چیکار کرده، سرمایه گذاری کرده. خب الان ماهایی که رفتیم اکثر برنامه‌نویسای مایکروسافت گه کرده بودم مایکروسافت دیگه، رفتن همشون یا جاوا خوندن یا پایتون، چون من خودم زمینه جاوا داشتم رفتم چیه جاوا، پایتون هم خب کار کردم اما رفتم زمینه تخصصم چی بود جاوا ادامه دادم. بعد هممون گه کرده بودیم دیگه، باید یه چیزی میدیم وقت باش آشتی کنیم دیگه. باور کنی پرفورمانس دات نت کور چنان روش کار خودش میگه، میگه من کلان سرمایه گذاری بهترین برنامه نویسای جاوا دنیا و برنامه نویسای پایتون دون استخدام کرده، بهترین تکنولوژی را جمع کرده تو این زبان، پرفورمانسش 70% سریع تر از همین زبان های برنامه نویسی، حتی از پی اچ پی هم که سریع ترین زبان برنامه نویسی تحت وب 70% از اون سریع تره. و برید تست کنید، چون من نمیگم بنچمارکاشون در سایت ها هستن، برید نگاه کنید. که من پیشنهادم اونایی که میخوام برنامه‌نویسی یاد بگم، پیشنهاد اول من بهشون اینه که دات نت کور یاد بگیرید، چون چیز جدیدی هستش، بازار کارش داره خیلی تو ایران خوب میشه، الان هی دارن استخدام ها، برید سایت های جاب اینجا رو نگاه کنید، 7 8 میلیون دارن به برنامه‌نویسش چیه حقوق میده. خب بحث بعدی واسه شمایی که رشته هاتون رو کار، حتما اگه بخواید برنامه‌نویسی کار کنید بهتره چیکار کنید سی شارپ. اما این دو نفر سه نفری که بود رشته تخصص کامپیوتره، شما دات نت کور هم یاد بگیرید خب، اما جاوا هم باید یاد بگیرید. و چی یاد بگیرید؟ چون تو دانشگاه دارم بهتون فکر کنم من جاوا درس میدم، جاوا هم مثلا حرفه یاد بگیرید، چون دو تا پروژه های بزرگ اینطوری نیست با یه زبان نوشته بشه، پروژه های بزرگ با 2-3 تا زبان نوشته. اونایی که رشته کامپیوتر دارن جاوا رو ببوسن بزنن کنار، چون خیلی سخت. دات نت کور به همون اندازه که آسونه، من بهتون میگم جاوا به همون اندازه چیه سخته. اما رشته کامپیوتر بهتر جاوا هم بخونید، یعنی دوتاشو با هم یاد بگیرید و بگید چرا حتما. و ما یه سری دورهایی هم داریم میذاریم که چون دات نت کور رو واقعا یک اعترافی میکنم، مایکروسافت سی شارپ، خود سی شارپ از روی سی شارپ میبینید، واقعیتش بخواه سی شارپ پایه پاسکال هستش، بعد شد دلفی، بعد شد سی شارپ. اما مایکروسافت سی شارپ و بخصوص دات نت کور رو داره از روی جاوا بازنویسی میکنه، 90% شبیه همه، یعنی یه نفر دات نت کور رو بخونه جاوا هم داره چیه یاد میگیره. به خاطر ما یه دوره ترکیبی گذاشیم که دوتاش هم دیگه داریم با هم میبریم جو، یعنی در کلاس هم جاوا میگم دات نت کور میگم، من کسایی که مثلا حرفه ای میخوام میگم دوتاش هم با هم چیه یاد بگیرن. خب اینم بحثای چی شد؟ بحثی پی اچ پی زبان برنامه‌نویسی وب هستش، فقط واسه چیه وب. ببین جاوا و سی شارپ یه جوری هستن میتونی باش با مای گوشی واسه ویندوز واسه وب همه جا با این زبان های چند منظوره هستن، یعنی شما یه زبان یاد میگیرید میتونید باش همه چیز رو بنویسید، اما با پی اچ پی فقط میتونید چی بنویسید؟ وب بنویسید. درست امکاناتی تازگی ها گذاشتن که میتونید توی مثلا ویندوزی هم اپلیکیشن بنویسی، اما مایه نیست، یعنی میخوان چیزی بهش اضافه کنه نمیشه واقعا. و پی اچ پی اولش هم پرسونال هوم پیج بوده، یعنی واسه کارهای چی درست شده بود، صفحات شخصی درست شده. خب الان نه، خیلی قدرتمند شده، شما پی اچ پی
مثلا خیلی سایت های ما عظیمی داریم، فقط اینو بدون فقط پیچی واسه چیه وبه. یکی فقط میخواد، خب شما، من اگه من خب راهکار بدم، خب من یه چیزی به شما میگم یاد بگیرید که بتونه با چیه همه چیز رو بنویسید. اگر اینم بهتون بگم کسی سی شارپ یاد بگیره و جاوا یاد بگیره، خودش پی اچ پی رو خودخوان هم میتونه بخونه. یعنی پی اچ پی خیلی آسونه، چون فقط یه محدود به چی شده، وب شده، و خیلی زبان شیرینی هم هستش. میبینید بیشتر سایت ها ای تو ایران و اینا با پی اچ پی نوشته میشه. این اشتباه نکنید، اینا سی ام اس هایی هستن که باهاشن، چون ما پی اچ پی خیلی سی ام اس های رایگان داره. مثلا میان با وردپرس و جومولا اینا سایت مایت مینویسن 300 400 هزار تومان سایتون نیست. شما سایتی رو بنخواید بنویسید مینیمم 3 میلیون تومان میگن قیمتشه. اونا که من 350 500 تومان میگن نه، چیه سایت های چی هستن اینا، این از سی ام اس های رایگان اینا استفاده میکنن. نکته بعدی هم بدون، اما من نمیگم. ببینید من اصلا بیتون که به اونایی که برنامه‌نویسی میخوام بخونم بخواد، یک اول هیچ تعصب خاصی به هیچ زبان برنامه‌نویسی نداشته باشید. هر زبان برنامه‌نویسی جای خودش رو داره. اگر به من بگن شما یه واسه یه سازمان خیلی بزرگ امنیتی میخوای پروژه بنویسی، من سریع میگم که باید با جاوا برنامه‌نویسی بشه. میگم آقا مثلا یه سازمان یه شرکتیه میخوام یه برنامه براش بنویسیم کار کنه و اینا و امکانات روش داشته باشه، سریع هم میخوام بنویسیم زود به پول برسیم، میگم با دات نت برنامه‌نویسی، دات نت کور برنامه‌نویسی. میگه آقا من میخوام یه مثلا وبسایت شخصی واسه خودم طراحی کنم باش کار کنم، میگم با چی کار کنم؟ با پی اچ پی کار کنم. درسته؟ با پی اچ پی میشه سایت های خیلی بزرگی رو نوشت، اما واقعا تامین امنیت خود پی اچ پی خیلی سخته. من گزینه اول، پیشنهاد اولم واسه اونایی که برنامه‌نویسی میخوان یاد بگیرن، خودم عشق برنامه نویسی هستم، 15 سالم دارم برنامه نویسی میکنم. حتی تو اینترنت بزنید همین اسم منو میزنید نگاه کنید، من از خودم نگاه کنید، یکی از سامانه های بزرگ نگاه تقدیر نامی من هستش که در اینترنت هستش، ما مدیر عامل شرکت نفت هستش، یکی از سامانه ها به تو اینترنت هست، یکی از سامانه های بزرگ چی رو نوشتم؟ سایت اینه نکن کنید اگر کیه ها اکسش در سایت خود رسمی چیه نگاه کنید، nioc.io سایت رسمی وزارت نفت هستش، اینجا هستش تقریبا، یعنی خود سایت، یعنی ما من خود سایت داره میارم خاطرم بتونم بیا سازمان هایی که مثلا که حدودا گردش مالی چند میلیاردی در هر یک شعبش داره انجام میشه در یک ماه، در یک روز ببخشید 120 تا شعبش استاف کنم چقدر گردش مالی داره، اینو من نوشتم. اما میگم میخوام این با تجربه‌ای که دارم میگم اولین گزینه من واسه آموزششون دات نت کور یاد بگیرید وارد بازار کار بشید. واسه اونایی که روی کامپیوتری هستن، اونایی که کامپیوتری هستن بهشون میگم برایش جاوا هم چیه یاد بگیرید. چرا؟ چون شما فردا میخواید فول استک برنامه‌نویس فول استک بشید، خب میگید استخدام جاب اینجا نوشته من برنامه‌نویس دات نت کور میخوام جاوا میخوام، درسته؟ خب اگه جاوا بلد باشی که جاوا میگم دات نت کور، یه شرکتی که باشه شما دو نفر میخواد برنامه‌نویس بگه شما یه دو تاشو برنامه‌نویس باشه چیکار میکنه؟ شما رو برمیدار میگه من یه نفر میگیرم هم دات نت کور بلده هم جاوا بلد. جاوا هم واسه خودش تکنولوژی خاص خودش رو داره. جاوا مثلا شما خواهید خود جاوا اسپرینگ بوت خواهید خود دات نت کور بیاید بخونید، شما ای اف کور خواهید خون، بعد دوره های مقدم پیشرفته داره و اینا رو خواهید خون، خواهید بخواید اینجا دوره هاش هم داریم. ببینید ما اینو بهتون میگم، خودم خب تعریف از خودم خوب نیست، اما من میگم ما در حدی اینجا آموزش میدیم که طرف از اینجا در میاد میگه در پروژه های خیلی بزرگ کار میکنه. اما من همین آقای قریزادی که دارم به شما میگم یکی از پروژه های بزرگ رو داره در سطح مثلا ملی داره کار میکنه، در این حد ترین میشید و آموزش میبینید در زمینه برنامه‌نویسی. تو این نیست که اصلا من خودم اینجا در میاد دیگه واقعا من یه پروژه با اصلا پروژه کردن کلاس های ما با کردن پروژه محور، ما یه پروژه رو انتخاب میکنم از صفر تا صد میشینیم میبینیم، بیشتر وقتا بچه ها خودشون میارن میگن مثلا ما این فارم میگم اینو بیام بنویسیم، هر پول کلاسش هم خودش میبره از اون میگیره. خب اینطور یعنی دوران کدام پروژه به اسم میگیم جو بازم تکیم کنم دات نت کو ساده تر و آسون تر نسبت به جاوا، راحت تر یاد میگید خیلی آسونه، چون مایکروسافت بیس آسون هستش. بگم در زمینه چی بود برنامه نویسیم، بگم بحث بعدی ما گفتم بحث چی هست، سکیوریتی. ببینید سکیوریتی امنیت شبکه یکی از رشته هایی هستش که الان واقعا بازار کارش در اینا چیه؟ عالیه. ما در زمینه اگه بخوام سکیوریتی بگم، شما اولین مدارکی که باید بگید یکیش مدارک CES هستش.
یا بهش میگن هکر های چی؟ قانونمند. در زمین مباحث شبکه امنیتی نهستن. اونایی که سیسکو اگه بخوان ادامه بدن باید مدارک CCNA Security و بعد CCSP رو بخونن. کم میشه CCNA Security میشه دوره امنیت CCNA، CCSP میشه دوره امنیت CCMP. اینا هستن. و CCH هم بگیرم، چند تا مدارک امنیتی دیگه هم داریم که حاضر از بحث اینجا هستش، نمیخوام دیگه زیاد واردش بشم، اما میگم که یه گرایش شاخه امنیت اطلاعات هم چیه داریم، خیلی پر صفت خوب داره، نیرو جذب میکنه. چند نفر از دوست من دارن، چند نفر از همین بچه های فتایی که الان دارن تو فتایی اونی کار میکنن همینجا شاگرد من بود، دوی امنیت خوندن و رفتن اونجا استخدام شده. اسمشون نمیتونم بگم تو فیلم های آموزشی، اما هستن چند نفرشون بچه های همشون شاید خود ما در اینجا بودن بیشترشون. یعنی خیلی دوره خوبی هستش و امنیت تا به علاقه داشته باشید. همین دا چیه؟ و به بحث های امنیتی اینه علاقه مند باشیم. خب محدودیت های ضبط داریم دیگه، خیلی چیزها رو من باید سرپوشیده بگم. و بحث بعدی رسیدیم به بحث شیرین چی؟ دیتابیس ها. بچه ها ببینید یه مدرکی هست به نام SQL Server. یه مدرکی داریم به نام چی؟ SQL Server. ببینید کسی اگر واقعا بهتون بگم میخواد استخدام بشه سریع، اون یکی میخواد استخدام بشه دیگه سریع، ببینید مدرک SQL Server رو بگیره. اکثر بانک های ایران دارن چیه؟ مدرک SQL خیلی معتبر و بازار کارش خیلی خوبه. مدرک چی هستش؟ SQL Server. اگر بگیرید من بهتون گفتم مدرک بینومیش رو بتونید بگیرید، خیلی هم آسونه. یعنی ببین من گفتم مایکروسافت و سیسکو خب چه کمی سخته، مایکروسافت آسونه. اگر حساب این خیلی آسونه. جز خیلی من جز خودم اینو خیلی سریع گرفتم. من همین رو که میگم بهتون دارم. اسکیل سرور خیلی راحت گرفتم، ظرف کنم 9 ماهی نگرفتم. خیلی مدرکش آسونه، اما واقعا باور کنید بیشتر از اگر من نفت نمیرفتم حتما با این مدرک از بانک ها میرفتم. خیلی نیرو میخوان، به خصوص شرکت ها چون بانک ها میده خصوصی شدن الان. بانک ها قسمت های فناوری اطلاعاتی بیشتر شد چیه؟ خصوصی هن. مثلا مال صداد مال بانک ملیه، مثلا به پرداخت مال مثلا فکرم بانک ملی رتی توی میدونم. یا خیلی خوب نیروی های اسکیل چیه الان؟ چون ما میدونید دیگه ما بودن 13-14 سال رو فاکس برو بودیم. الان تازه رفتیم تو خط چی؟ اسکیل سیوی اینا ما دوراش اینجا داریم. همین رو من خودم تدریس میکنم. بخواید خیلی دوره کاربردی هستش، سریع یاد میگیرید و بازار کارش هم چیه؟ خب بحث بعدی بحث کسایی هستش که میخوان مایگریشن کنن دیگه، پرواز کنن برن و مهاجرت کنن و اینا. ببینید همین اینا که بهتون گفتم یک ور، یعنی همه علوم کامپیوتر که حتی لینوکس هم بهتون میگم یه ور، اوراکل یک ور. اعتراف میکنم من همه اینها رو رفتم امتحان دادم، با نمره های در حد ترینه برای 90 پاسشون کردم. اینو اعتراف میکنم من OCA اوراکل رو رفتم امتحان دادم، شنگور منگور گفتم آسونه دیگه، میگم OCP رو امتحان میدم. اعتراف میکنم در امتحان OCP افتادم با یک نمره خیلی بدی هم افتادم، خیلی هم پورم رم. بعد ای من اینکی نبودم، بحث حیثیتی شد به یک سال نشستم اوراکل خوندم، OCP رو گرفتم، یعنی مدرک پروفشنالش گرفتم، دیگه جرئت نکردم برم امش رو امتحان بدم. واقعا جرئت نکردم برم امتحان بدم، خیلی سخت. اوراکل خودش یک دنیایه، یعنی میگن وقتی اوراکل میگن در کامپیوتر یک دنیای دیگه است، اوراکل یک دنیای دیگه است. OCPش راحت ها میتونید مدرک آکادمیشو بگیرید، اما OCPش واقعا سنگینه. من مثلا اکثر سرتیفیکیتام هم داشتم، اما بعد نرفتم اینو امتحان دادم. اما اینو بهتون بگم سایتی ندارم چون نخوندم و ندارم. خب اما در کسی هم خواست بحث مهاجرت، اینا بهترین مدرک واسه مهاجرت، یعنی بگو دیگه فارسیش کم، ما ببخشید دیگه ما ترکی رو داریم به فارسی صحبت میکنیم و از ناتایی هم داریم صحبت میکنیم. من خانومم هم فارسی، این فارسی حرف زدن من درست نشد، من گفتم خانومم فارسی درست نمیشه. این بحثش بدون بگم بگو جانزی یکم بغازه فارسیش چی میشه؟ من دیگه فارسیم تموم شد. یه دونه اینو بگیرید OCP رو
زندگی کنید. حقوقش هم بهتون بگم. ما ببینیم مثلا اگر شما مثلا حساب کنید اینجا یه نفر مثلا 3 میلیون 4 میلیون کارمند معمول حقوق میگه، همین تو ایران، اما همین اوراکه ببینید دیگه خیلی زیاد شد، من نمیخواستم این همه زیاد بشه. ببین این تقریبا سرتیفیکیت هایی بود که شما میتونید در بازار ایران میتونید چیکار کنید بگیرید. واقعیتشو بخوام من خواستم تقریبا یه اشاره کوری به اکثرشو بکنم که یه آشنایی باشون داشته باشید و ببینید چه مدارکی که در بازار کار ایران هستش. سعی کردم هم از شبکه بهتون بگم، هم از برنامه‌نویسی بهتون بگم، هم از پایگاه اطلاعاتی بهتون بگم و امنیت اطلاعات بهتون بگم. اینا شاخه‌های کوری هستن و واقعیتش بخواید ببینید، چون خودم خیلی اذیت کشیدم موقع کلاس رفتن اینا، خواهش میکنم به دوستاتون هم اینجا رو معرفی کنید، خیلی آدم ها نمیشناسن، زندگیش تو عوض میشه. ما زندگی خیلی آدم ها اینجا عوض کردیم، ما 3-4 نفر استاد جمع شدیم اینجا، باور کنید اینجا فکر نکنید بحث ماریش هستش، من بشینم بحثای ماری نیستش. واقعا به دوستاتون معرفی کنید، بیاید تو کلاس ها شرکت کنید، خیلی فضای آموزشی اینجا خوب، استادای خیلی خوبی داریم. ببینید مثلا آقای مثلا من بگم در زمین خودم، من خودم بکنم، ما دو زمینه برنامه نویسی آقای حقشناس داریم که یکی از بهترین برنامه نویسای بانگ ایرانه. شما فکر یه نفر که باید به سامانه های بانگی می نویسه باید چقدر آپدیت باشه. ما آقای دکتر آقای رمضان‌زاده رو داریم که من بهش یعنی واقعا بهش میگم تو اگه بدن تو یه شوخی، یه بدن شوخی هم بهش میگم، میگم اگه بری تو آزمایش خون بدی یه میشه گروه های سفیر، یه گروه های میگم سیسکو، یعنی این آدم خدای سیسکوه، یعنی واقعا خدای سیسکو. من خودم سرتیفیکیت های سیسکو دیدید دیگه، اما من میگم من در مقابل عددی نیستم، یعنی واقعا خدای سیسکو، خیلی سیسکو بلد. آقای دکتر سوگوکو داریم در زمینه لینوکس که گفتم دیگه، واقعا یعنی من اینی که میگم الکی نمیگم، بپرسید آقای سوگوکو داریم، مجموعه خیلی قدرتمندی هستش در اینجا، بیاید استفاده کنید و وی نتورک هم اکتفا نکنید. من گفتم این نتورک میخوای بخونید، آقا من بهتون دارم میگم، فقط میخواید نتورک همینا رو باش بگید، عمرتون رو طرف نکنید. این میخواد یه نتورک بخونی و به این فکر اومدی که اینجا من یه نتورک میخونم مثلا یه اتفاق میفته، نه من بهتون اگه تصمیمتون همینا رو باش بگم تو فازم مثل اینکه شما میگید من میخوام اول ابتدایی رو بخونم بعد دانشمند بشم، نمیشه که. در وقت دایر خوندی باید بیای ببین هدف گذاری کنی، بگی که من این نگاه رو ادامه میدم. بعد ببینید من یه شایعه هم بهتون کنم، من به خاطر اینکه اگه بخواید مثلا با یکی من باعثم ماشنا بشید، من تو آپارات خودم یک سری از آموزش های دوره های مختلف رو میذارم ما مجتمع رو، مثلا میخواد ببینید برنامه نویسی چیه، درسته؟ فیلماش رایگان هست، میبینید فیلماش رایگان در سایت آپارا فیلم ضبط میشه، فیلماش در رایگان هستش، رایگان هم دارم میذارم. ببینید نگاه کنید مثلا برنامه‌نویسی چیه، مثلا گذاشتیم پایتون چیه، مثلا جاوا چیه، یه نگاه کنید فیلماشون رو خودتون. آدم خب وقتی یه فیلمو گوش میده میفهمه که نمیفهمه یا نه، مثلا گیگای داره. من اکثر میکنم اکثر دورهایی که داره برگزار میشه 3-4 جلسه اولشون رو بذارم اونجا که شما ببینید چیه، ببینید دوره ها رو. مثلا وقتی میگم برنامه‌نویسی دات نت چیه، سی شارپ چیه، مثلا پایتون چیه، اینا ببینید تو این آموزش ازشون چیه استفاده کنید.